نظام درست فدراسیون کم نمیشه اگه عوض شد. خیلی ممنونیم از شما. بر ترتیب همین جوری که آقای عطایی هم گفتن، من امیدوارم که هر فرصتی پیش میاد جوانا رو به کار بگیریم. خیلی خیلی ممنون، متشکرم. تیمار هم دارن معرفی میکنن، تیم ملی والیبال کشورمون هم دارن معرفی میکنن که داخل زمین بیاد. بازم از شما بینندگان عزیز ممنونیم، از دو کارشناس بسیار خوبمون. من بازم خدمتتون عرض کنم که ما انشالله در آخر بازی حتما میکسون و نشست خبری به صورت زنده و مستقیم پخش کنیم. خب بریم سراغ آقای کرده، دوست و همکار عزیزم، و گزارش بازی تیم ملی والیبال ایران و کویت. عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. با اولین بازی تیم ملی به کشورمون در مقابل تیم کویت در خدمتتون خواهیم بود. تشکرم میکنم از دوستانمون که قبل از شروع این بازی صحبت کردند و مطالب رو خدمت شما عزیز بیننده گفتن که به چه شکلی به هر حال این مسابقات هست و 18مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا با حضور 16 تیم که از امروز جمعه در سالن 12000 نفری و همینطور در سالن والیبال مجموعه اش آزادی مسابقات برگزار شد. بذارید بازی رو بریم سراغ گزارشش تا مطالب حاشیه رو بعدا خدمتتون عرض خواهیم کرد در فرصتی که به دست خواهد. بازی رو از طریق شبکه شور و نشاط، یعنی شبکه ورزش در حال تماشا هستید. از سال 12000 نفری که تا به اینجا اولین امتیاز رو کویتی‌ها به دست آوردن، حالا هم دو تیم یک یک با هم برابر میشن. این ضربه فیاضی است که به توپ زده میشه و خودش هم در خط سرویس قرار میگیره، یه امتیاز سرویس رو میگیره. بر ترتیب بازیکن با تجربه است در تیم ملی و زمانی که ولاسکو هم بود و بازی میکرد و با اومدن کوواچ خب در ترکیب تیم ب قرار گرفته. یک بار دیگه خود او در افت در زمین کویت، یک ضربه تو به دست مدافع ما میخوره از یار شماره 5 بدر سلیم. البته والیبال کویت حتی در خود آسیا که چیزی نداشته و بخوایم ازش بخوایم صحبت کنیم که به طور کامل در والیبال حتی خود آسیا شرایط خوبی رو نداشته و خیلی هم فاصله داره با والیبال کشورم. زمین که صحنه آیستر از ضربه حمزه زرینی میبینید که با تیم ملی ما بود اما خب مصدوم بود و بازی نکرد. در تیم ب حالا به هر حال به عنوان کاپیتان این تیم قرار گرفت. باز هم دریافت ناقص در زمین کویت. حالا فاصله بین رقابت‌های لیگ جهانی و قهرمانی مردان آسیا رو ببینید چقدر این فاصله زیاد هست، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس که واقعا تو والیبال چیزی نداره اما بیشترین میتونم بگم کرسی ها رو تو کنفدراسیون آسیا دارن. خیلی عجیبه واقعا. یک امتیاز سرویس رو باز هم بچه ما میگیرن. یار شماره 9 تیم ما مسعود غلامی به این صورت بهش در زمین کویت میخواد. کویتی های که حتی با سرمربی سر به خودشون آقای ادوان مالویچ در این بازی شرکت کرد. یه کار سرعتی نتیجه میده برای کویتی ها و امتیاز رو میگیرن. من عرض کنم که تنها عربستان بود که به این مسابقات نیومد و در حال حاضر 16 تیم بازی خودشون از امروز آغاز کردن. یه سرویس پرشه نصف و نیمه
پاس برای صفایی او رو دفاع میکنن. حمایت خوب در زمین ما. حالا زرینی با تجربه میزن و امتیاز رو میگیره. این چهره حمزه زرینی، حرکت او رو ببینیم به این صورت از کنار دستان و عصبانیت مالویچ رو یک لحظه با هم دیدیم. خود صفایی 14 از رو باشگاه خود پیکان هم بود. یه ضربه صفایی ببینیم به توپ میرسه، قبل از اون داور دوم اعلام خطای تور میکنه. گفتیم داور، بذارید داور رو هم اعلام کنیم. داور اول آقای احمد منصور از بحرین و داور دوم آقای ناتانون سوماپاک از تایلند. داور پایینیه، سالهای بیشتری رو در رقابت‌های آسیایی سود زده، داور با تجربه ای هم هست. 7-4 تا به اینجای کار برای تیم ما در ست اول این دیدار. حمزه زرینی با قدری مکس زهره میزنه که بهش با تور میزنه. بازی والیبالی که خب همزمان شده با امروز در ورزشگاه آزادی با لیگ برتر فوتبال. هفت پنج تا به این کار تیما جلو هست. در خود زرینی یه جای خالی از وادی، هشتمین امتیاز به دست میاد. وقت استات فنی اول برای دو تیم، جای خالی که به این صورت در زمین کویت میخواد. فرصتی به دست اومد که خدمتون هم عرض کنم، به هر ترتیب فدراسیون بعد از نشست و گفتگوهای زیادی که داشتند و انجام دادن به این نتیجه رسیدن که تیم برو برای رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا به میدان بفرستن با این چهره پیمان اکبری سرمربی تیم به که زیر به سه ساله ها با این مربی در مسابقات هم قهرمان شد. در ترتیب این زمان خوبی است تا بازیکنایی که شاید فرصت براشون نبود حتی به تیم ملی هم الف دعوت شدن و فرصت بازی کردن مثل شریفات که در تیم ملی ما هم بود، و این بازیکن‌ها این فرصت رو پیدا کنن که در ترکیب تیم به در قهرمانی مردان آسیا بدرخشن. ما قهرمان این مسابقات هم در دور گذشته. شریفات سرویس خودش رو میزن، بازی رو باز میکنه. ضربه کاپیتان عبدالله منصور به بیرون میره با یک مدافع توش با این فاصله هم به بیرون میره تا رفته رفته فاصله تیم ما در امتیازات با تیم کویت زیادتر بشه. یک بار دیگه شریفات منطقه بازی رو عوض میکنه، یک ضربه محکم به سر مدافع ما میخوره، در انتهای زمین جمع میشه. حالا موقعیت کامل برای جوی مفیا فیاضی، توپگیری در زمین کویت، عبدالله منصور یه جای خالی روی هوا بچه ها میزنه اما تو در زمین کویت جایی نمیگیره و به اوت میره. این چهره عبدالله منصور هست. ببینیم این جای خالی و ضربه که بچه ما میزن و امتیازش برای کویت 9-6. همچنان تیما جلو هست. یک دریافت عالی، مشخص نشد که وادی میخواست چی کار کنه. پاسور تیم ما و یه جورای همه مهاجمه رو جا گذاشت. 9-7. باز هم وادی، این بار برای فیاضی دفاع میشه. 10 عبدالرحمن المتاوا رو دفاع میکنه، یک دفاع خوب. این حسینی از لیبره تیم ما دفاع کرد. باز امتیاز کم میشه. 9
هشت سرویس در جلوی زمین باز هم برای یا فیاضی دفاع وسط رو جا میذارن تا به این صورت با یک مدافع کارش راحت تر باشه و ضربش رو بزنه. ما ده هشت جلو هستیم از تیم گمنام والیبال در آسیا. ضربش رو خوب میزنه یارو سرعتی تیم کویت. حرکت خوب این بازیکن باعث میشه تا یک امتیاز رو به دست بیاره. 15 بود محمد البنا. یه جای خالی نصف و نیمه یه پایپ رو میزنه. حالا این سمت فیاضی به دست دفاع کنار. 5 بعد سلیم 11 9. ببینیم با هم ضربه فیاضی رو. خودش هم باید زننده یه سرویس باشه. خودش به تور میزه. یازده ده هنوز یک امتیاز رو کویتی ها عقب هستن. 15 محمد البنا سرویس رو میزنه. یک دریافت مطمئن پاس نرفت بالا اما زرنگی میکنن بچه ما با یک جای خالی امتیاز رو میگیرن. حرکت مسعود غلامی بازیکن سرعتی رو ببینید. این چهره که باید زننده ضربه اول به توپ باشه. 12-10 ضربه پرقدرت. دو مدافع مصطفی شریفات و حمزه زرینی نمیتونن دفاع کنن و از پس کار این بار مهاجم قدرتی کویت بر میاد. قدرت هرچه تمومتر عبدالرحمن المتواجه سرویس رو میزن اما توپش به تور برخورد میکنه. ده یازده رضا صفایی مشت خط زن تیم ملی کشورمون. یک دفعه کم دقت از بعد سلیم زیر توپ ضربه میزنه با این فاصله توپ به بیرون میره. 14 امتیاز. پیمان اکبری از کنار زمین با مدافعین صحبت بکنه که کدوم مهاجم رو مدافعین ما دفاع کنن. باز هم سلیم یه تک دفاع. امتیاز تیم ما رو به 15 میرسیم با اینکه دفاع وسط جامون اما تک دفاعی که برای ما یک امتیاز رو در پی داره. 15-11 صفایی همچنان داره خوب سرویس میزنه. بعد سلیم کارش سخت شد. ببینیم خب تو بس پشت آنتن. 16 امتیاز وقت استاد فنی دوم. باز هم در امتیاز فاصله میگیریم از کویت. حرکت آیستر رو ببینیم از این بازیکن که از پشت آنتن توپ وارد زمین ما شد. دو آنتنی که فضای مجاز عبور توپ رو که 9 متر هست نشون میده. من اینو عرض کنم که دیگه حالا نگیم تیم الف و به تیم ملی کشور در ترتیب نم آقای کوواچ هست با کمکش که در سالن حضور دارن و بازی رو از نزدیک می‌بینن. تیم در واقع اصلی ما چون برای رقابت‌های قهرمانی مردان جهان در ژاپن که سهمیه المپیک هم داره
داره خودش رو آماده میکنه، فرصتی شد که حالا در مسابقات نماشه، استراحت بیشتری کنه، به تمرینات بیشتری برسه، بعد خودش آماده کنه برای جام واکنر در لهستان که برسه به شرایط ایدئال. تو این مسابقات هم که ما تیم ها رو که دیدیم، حالا حتی چین که کامل نیومده بود یا کره و ژاپنی ها، حتی اگر با تیم کاملشون هم وارد مسابقات هم میشدن، با تیم ملی کشور ما واقعا دیگه فاصله دارن و ما سال هاست که از والیبال آسیا جدا شدیم و در رقابت های جهانی و رقابت های سخت مثل لیگ جهانی، جام جهانی، مسابقات قهرمانی جهان داریم کار میکنیم و امیدواریم که حالا بتونیم سهمیه المپیک رو هم بگیریم. سرویس بعد سلیم به تور میخوره. 17-12 تیم ملی کشور ما جلو هست. اولین بازی از رقابت های والیبال قهرمانی مردان آسیا سال 2012 که خب تعداد کمی از علاقمندان رو به خودش علاقمند کرده و مانند که بازی رو از نزدیک ببینه. صفایی با قدرت میزنه، از پشت خط امتیاز رو میگیره. واقعا والیبال اینقدر هم پیشرفت کرده که سطح حتی مسابقات رو علاقمندان میدونن. سال 2012 رقابت لیگ جهانی چه خبر بود. حالا سطح مسابقات که یه مقدار تغییر میکنه، میبینید که خب تعداد کمتری، البته امیدواریم که فردا تعداد بیشتری رو در سالن ببینیم و روزهای بعد. هنوز هم به قول سرمربی تیم ملی کشور ما پیمان اکبری، حریفای اصلی ما چین و کره و ژاپن هستن که نباید از اینا غافل شیم. هرچند ما الان چند سالی است که از سال 2011 که با ولاسکو در همین سال قهرمان مردان آسیا شدیم، 2013 هم همینطور تونستیم عنوان قهرمانی رو تکرار کنیم. این بار هم بتونیم قبل سه بار پیاپی قهرمان خواهیم شد و به رکورد در واقع یکی از تیم آسیایی که قبلا قهرمان شده میتونیم برسیم. سرویس حمزه زرینی در وسط پشت خط، رای داور اول احمد منصور از بحرین، امتیاز توپ رو به تیم ما میده. 19-12 باز هم وقت استراحت برای کویت. ادوان مالویچ تقاضای وقت استراحت رو میکنه. این چهره، حتی اومدن این مربی ها، مربی خارجی هم در تیم های مثل کویت، مثل قطر، مثل بحرین، سایر تیم ها کارساز نخواهد بود. مربی باید مهره داشته باشه، به قول معروف بازیکن داشته باشه تا بتونه اون نقشه هایی رو که داره، اون تدابیری رو که داره بتونه در زمین پیاده کنه. نبوده یه همچین بازیکن هایی مثل اینه که واقعا وسیله در دست نداشته باشه. 19-12 به بازی بریم تا ببینیم حمزه زرینی باز هم از سرویس پریشی خودش چه سوبر این بار هم میزنه تو بشه به بیرون میره. 19-13 سرویس برای کوبه دو. محمد یه ضربه خوب، بیست سیزده. شریفات حالا یه ضربه دفاعی خوب بچه ما در مقابل عبدالله منصور، یه بار دیگه خود او با سه مدافع انتهای زمین. شریفات توپ رو جمع میکنه، موقعیت عالی برای کسب امتیاز هست. حالا ضربه کوریا فایسی رو جمع میکنن، اهو داور دوم اعلام خطای تور از مدافع کویت میکنه. امتیاز برای ما
به ثبت میرسه. بعدم بازی نکرد تا به اینجا. نگاه کنید صحنه رو، کویتی ها نسبت به سال گذشته شون میگن یک دریافت ناقص است. بعد سلیم حساب کار 22-13 میشه. سرویس های هدفدار مصطفی شریفات، تعویض هم انجام میشه. بعد سلیم بیرون میاد و العمر به جای او به زمین میره. 22-13 یه زم از پشت خر اصلا تو عبور نمی کنه. تلاش کویتی ها تا از بتونن بازیکن پشت خط استفاده کنن، اما اون هماهنگی رو در این بازیکن ها نمی بینیم. 23-13 خیلی فاصله گرفتیم ما و کار برای کویت سخت شد. تکلیفای خوب از مسعود غلامی، حالا پاس قدرتی، پاس سرعتی، پشت خط، هر پاسی داده میشه کارساز نیست. نگاه کنید امتیازگیری رو از 13 دیگه امتیاز نگرفتن. 19 20 21 22 23 همینجوری پشت سر هم 24 اینم میتونه امتیاز پایانی برای تیم ما باشه. مصطفی شریف یک دریافت ناقص، امتیاز 25 به دست میاد تا مصطفی شریف از امتیاز 19 همچنان زننده سرویس باشه و خودش بتونه بازی رو به پایان ببره با کسب امتیاز 25. ست اول رو بچه ما 25-13 میبرن از کویتی که خب گفتم در والیبال واقعا چیزی رو برای گفتن حداقل در مقابل تیم ملی ما نداره. اما تو این فاصله من خدمتتون عرض کنم که فردا تیم ملی کشور ما باز بازی داره در همین سالن ساعت 19 ایران قزاقستان بازی خواهد کرد که یه بازی دوستانه هم نوجوان تیم ملی نوجوان با قزاقستان انجام دادن. تیم ملی نوجوان هم موفق شدن تیم قزاقستان رو هم ببرن. اینو عرض کنم که به هر ترتیب رقابت قهرمانی مردان آسیا که از سال 1975 آغاز شد، ولی اوایلش در واقع هر 4 سال یک بار بود که کنفدراسیون آسیا تصمیم گرفت هر 2 سال یک بار مسابقات رو انجام بده و تیم ژاپن با 7 قهرمانی، 3 تا نایب قهرمانی و 3 تا مدال برنز پر افتخارترین تیم هستش. بعد از اون کره جنوبیه که 4 تا قهرمانی داره و 4 نایب قهرمانی و 8 مدال برنز و چین هم با 3 مدال طلا، 6 نقره و 4 برنز در جایزه. بعد از اون تیم ملی کشور ما بود که سال 2011 خدمت رو عرض کردم با خولیو ولاسکو و بعدش هم 2013 در قطر مدال طلا رو ما به دست آوردیم. سال 2009 مدال نقره گرفتیم، 2003 هم مدال برنز رو به دست آوردیم. امسال هم که خیلی دور از دسترس نیست و راحت تر بچه ها میتونن با همین تیم هم تیم ها رو شکست بدن انشالله و موفق باشن قهرمانی رو یه بار دیگه در تهران به دست بیارن. حالا چرا حالا سوال شد که تیم اصلی ما در این مسابقات شرکت نکرد، اینم عرض کنم که نکنید در سایر قاره ها قهرمانش به المپیک میره، تنها در آسیاس متاسفانه که قهرمانش به المپیک نمیره. اینم حالا ضعف کنفدراسیون آسیاس واقعا که عرض کردم بیشترین در واقع کرسی ها رو کشور حاشیه خلیج فارس در اختیار دارن و اصلا براشون دیگه الان زیاد تفاوت نمی کنه چون اصلا تیم های کشورشون هم در این حد و اندازه نیست. اما خب بهتر تلاشی می شد، حتی این تلاش هم شد که از سوی فدراسیون کشور ما گفته بودن که ما میزبانی رو نمی خواهیم در تهران باشه، هر جا شما میندازید باشه، ولی قبول کنید که قهرمانش به المپیک بره که باز هم قبول نکردن. ما یعنی این مسابقات قهرمانیش حالا جواز حضور برای جای خاصی نیست، فقط میتونه در رده‌بندی تیم‌های ملی خیلی تاثیرگذار باشه و بیشترین تلاش برای قهرمانی مسابقات جهانی در ژاپن هست که شهریور ماه برگزار میشه. خیلی رقابت‌ها سخت است در
شهرهای مختلف و کار برای بچه‌ها با سخت شد. بازی بریم بازی ست دوم رو ببینیم. اول امتیاز رو بچه‌ها با یک کار سرعتی به دست میارن در مقابل کویتی که ست اول رو باخت. ببینید به این صورت اصلا دفاع وسط کجا حرکت کرد و مسعود غلامی کجا ضربه خودش رو به توپ میزنه. یه سرویس خوب به زحمت موقعیتی عالی برای باز هم مسعود غلامی. این بازیکن بلند قامت تیم ما دو امتیاز رو در همین ابتدای کار بچه ها میگیرن. وادی سرویس میزنن که در زمین ما حسینی بلند برای صفایی با دقت میزنه. یه بار دیگه کویتی ها عبدالله منصور کاپیتانی که به این شکل با این جای خالی سرویس رو عوض میکنه. خودش هم زننده سرویس 2-1. یه پای تو میزنه حمزه زرینی. سه یک تیم ملی کشور ما که خیلی هم حالا در التهاب نیست و خیلی هم راحت داره بازی خودش رو انجام میده. فیاضی توش به تور میخوره یا فیاضی سرویس برای کویت با فاصله زیاد محمد البنا سرویسش به بیرون میره. 15 کویتی ها که میاد روی نیمکت هم میشینه چون بازیکن سرعتی هست و یارازا جای او رو پر میکنه. 4-2 این سمت هم مسعود غلامی یک امتیاز از دست میده. خدمت هم عسکرم که بازی در دو سالن هست، سالن 12000 نفری و سالن والیبال خود فدراسیون که به جهت تعداد زیاد تیما که 16 تیم هست جلا گروه هاشون هم خدمت هم عسکرم هم کرد. بازی باید در زمان مشخصی به پایان برسه. ضربه صفایی خط نگهدار که اوت رو نشون داد و داور اول هم احمد منصور تایید میکنه. صحنه آسکن نشون داد که توپ اوت رفته. 4-4 یه ضربه از حمزه زمین. بغل دست دفاعی کنار خودش 11 توپشو میزنه. 5-4 این شریفات دفاعی وسط تیم ما سفزه رضا صفایی باید بزنه ضربه رو میزنه و خوب دفاع کرد. 11 تیم کویت عبدالله گفتن این چهره بعد سرویست. البته این سمت هم تیمیش یک امتیاز رو از دست داد. عمر 6-5 حمزه زرینی سرویس پرشیش که امتیازی نمیگیره. تمیز برای کویتی ها. رضا صفایی تو بشه از تور اصلا عبور نکرد، در واقع به دست مدافع نخورد. از این سمت به صورت عبدالله منصور میخوره.
7-6 کویتی ها حالا برای اولین بار در امتیاز جلو میفتن از تیم ملی کشور ما. برای فیاضی دفاع کویت 7 دفاع کرد، یه بار دیگه این بار از بالاتر ضربشو میزنه فیاضی تا مثل دفعه قبل عامر سلیم دفاع نکنه. کویتی که خیلی در واقع میتونم بگم بازی والیبال رو ساده داره بازی میکنه. 7-7 امتیازات دو تیم هست. خوب زد این بار عبدالرحمن المطاوع، بازیکنی که خوب پرش میکنه. 8 امتیاز کویت میگیره و این پشت خط زن که یه مقدارم زودم حرکت کرد امتیاز 8 رو برای تیمش به دست بره. وقت استات فنی اول برای دو تیم خواهد بود. صحبت ادوان مالوویچ. نحوه امتیازگیری دو تیم رو هم شاهد بودید. بعضی از نتایج بازی هم توی این فاصله عرض کنم. با توجه به نگاه حالا که به مسابقات میکنیم و نتایج، باز هم همون تیم‌های مثل کره و چین و ژاپن هم که واقعا تیم‌های خوبی هستند و استرالیا هم که حالا میگفتن تیم خوبی هستند و 3-1 به قطر بازی رو باخته. البته قطر هم قطر سال گذشته باشه که از این مرور اینقدر بازیکن جمع کرده ورده که حالا استرالیا رو گفته بودن تیم خوبیه، ما بازیش نهیدیم. حالا دوستانی که دیدن گفتن تیم خوبیه، 3-1 به قطر بازی رو واگذار. یه کار سرعتی برای ما نتیجه میده. مسعود غلامی صحنه آسه از ضربه خوب او رو دیدیم با هم. یک امتیاز سرویس، دو بازیکن با هم تعارف میکنن، این به هوای او و او هم به هوای این و توپ هم در بین دو بازیکن میخوابه. 9-8 جا میمونه. یک لحظه غلامی در دفاعی روی تور تا این بازیکن قدرتی سرعتی اصخایی میکنم ضربش رو بزنه. 7 عامر سلیم که یار تعویضی هم بود، سرویس به اوت میده به سود تیم ما. 10-9 نگاه کنیم ضربه رو، با این اختلاف توپ به بیرون رفت. سرویس عبدالله منصور. فیاضی دریافت خوبی بود، یه توپ گیریه او به دنبال تو فیاضی از روی تابلو هم میپره اما با تو بر نمیگرده و مورد تشویق حالا حاضرین در سالن قرار میگیره. این پرش بلند حسینی توپ گرفت و حرکت یا فیاضی به این صورت برمیگشت کار قشنگ میشد. عامر السلیم دریافت در زمین کویتی ها به سادگی برمیگردن. موقعیتی عالی فراموشه برای بچه ما. حالا حمزه زرینی که اصلا توپش عبور نکرد از تور، اینقدر از پایین میزنه که به تور میخوره و امتیاز برای کویت به 11. گاهی کویت و گاهی هم ما در امتیاز پیشی میگیریم از هم دیگه. حالا پاس سرعت مسعود غلام رو میبینیم در حمله که بازیکن مثبتی بود و تونسته از پس کار بر بیاد. 11-11
دفاعی که توپ رو به اوت میفرست از سمت زمین ما، پس امتیازش برای کویت خواهد بود. 12-11 اوتاوا قادر به زدن سرویس پرشی نیست، خیلی زمان میبره واقعا تیم بتونه به شرط مطلوب بزنه. تعویض برای تیم ما 17 فرهاد پیروتپور که او هم به تیم ملی الف ما دعوت شد و حالا چون فرصت بازی براش فراهم نشد داره در این تیم این موقعیت داره برای که در ترکیب اصلی هم قرار بگیره. شریفات به زحمت پاس رو میده، برمیگرده تو یه موقعیت حالا برای کوه به صورت جا خالی، شیرجه زرینی که کارساز نیست و امتیاز برای کویت. نگاه کنیم اینجا دریافت کویتی ها انجام میدن و اینجا خالی که حرکت زرینی رو با هم دیدیم. سرویس از دست میده یار کویتی العمر، صحنه آسیاری که داشتیم میدید تعویض تیم ملی ما انجام داد، رضا صفایی از زمین بیرون رفت، پاسور دوم تیم ما یعنی سال افزون به زمین اومده. 13-13 یه سرویس خوب از حمزه زرینی، دست مدافع نخورد و تو به بیرون رفته. این رو داور اول اعلام میکنه و خط نگهبان پرچمش بالاست. از این زاویه ببینیم ضربه که زده میشه، دست بازیکنی هم برخورد نکرد. حالا 14-13 تیم ما جلو هست. زهرینی باز هم همون منطقه خیلی راحت حسینی دریافت کنه. ببینیم سال افزون رو، پاس خوب او به تور میخوره، نه نمیتونن کویتی ها توپ رو برگردن. این ضربه خوب زد پیروت بود. 15-13 از چند زاویه دیدیم کار بازیکن قدرتی تیم ما رو. حمزه زرینی این بار کنترل شده به توپ در میزد پشت خط دفاع میشه با پا کویتی توپو بر میگردونن. حالا موقعیت دیگه به صورت پاس بریده شیرجه خوب، حالا موقعیت ببینیم، بله به دست پیروتپور توپ میخوره، درست هم هست و امتیاز برای کویت. چند لحظه هر چند کوتاه بازی قشنگ شد. والیبالی که خب رد و بدل شدن توپ باعث زیبا شدن دو چندان این بازی میشه. حسینی یک امتیاز سرویس رو حالا کویتی ها میگیرن. 15-15 حرکت حسینی رو ببینیم، دیگه دیر شده. محمد شریفات دفاع میشه، حالا ارتفاع عمل برای کویتی ها هست. شانزده 15 کویت وقت سطح فنی دوم. کویتی که چند لحظه هم خب بهتر از تیم ملی کشور ما بازی کرد. یه نتیجه هم دیگه باز خدمتتون عرض کنم که کره موفق شد 3-0 عمان رو شکست بده. قطر استرالیا که خدمتتون عرض کردم، قطر 3-1 استرالیا رو برد. قبل از این بازی هم که چین و سریلانکا رو دیدید که 3-0 چین بازی رو به سخن خودش به پایان رسوند. هند هم که یکی از تیم‌های خوب این دوره از مسابقات هست 3-0 ترکمنستان رو برده و بازی چین تایپه و قزاقستان هم 3-1 به سود چین تایپه به پایان رسید. بازی دیگه که
نتایج خدمت رو عرض کردم. فردا هم در گروهی که تیم ما حضور داره ساعت 15 چین تایپو و کویت بازی میکنن و ساعت 19 هم تیم ما در مقابل قزاقستان بازی خواهد کرد. 16-15 سلطان محمد بیروتفو به نوعی ضربه قبلی خودش رو جبران میکنه و این بار بهتر به تو ضربه رو میزنه. به این شکل با هم دیدیم 16-16 مصطفی شریفات بازیکن سرعتی زن تیم ما بازیکنی از استان خوزستان حمزه زرینی بیروتفو خوب زد باری کلا با اینکه شرایط او برای زدن ضربه همچنان فراهم نبود اما به خوبی این آبشار رو میزنه و امتیاز رو از کویت میگیره. 17-16 ببینیم با هم دیگه یه بار دیگه این کار تماشایی پیرت بوره. حالا پاس سرعتی برگشت تو 11 ساین پاس رو نمیده و خودش در به این صورت دست چپ برمان یک مهاجم حاضر میشه. دفاعی ما فکر نمی کردن که او آبشار رو بزنه. 17-17 فقط ست اول کنید یا بازی کردن با ساعد برای پوریا فیاضی جمع میشه. همه کویتی ها دستشون رو بالا میارن اما داور دوم اشاره میکنه که توپ به دست بازیکن کویتی خورد. دیگه بازی صحنه هم نداریم که حالا ببینید. حالا دوربین ما به انگشت دست بازیکن کویتی توپ خورد. 18-17 موفق یار کویتی. 10 عبدالرحمن المطابع دیگه دست این بازیکن سال افزون زد. 18-18 19-18 حالا برای ما خیلی در این ست فاصله ایجاد نشد در امتیازات. پوریا فیاضی سرش پر قدرت میزن و عالی یکم تیز حساس رو حالا از کویت میگیره. خیلی خوب زد. ببینیم قادر نبود عمر این توپ رو جمع کنه. بلافاصله وقت استراحت رو میگیره مالوویچ. چهره مالوویچ سعی این مربی در اینه که خب به هر حال بتونه حداقل یک ست رو از ایران بگیره براش خیلیه. احمد منصور داور اول از بحرین 28 تیم جلو است. تکرار کار پوریا فیاضی رو خواهیم دید که ببینیم میتونه این بار هم خوب بزنه. یه صفحه پر قدرت است. علی عمر یار 1.96 متری تیم کویت که حداقل این مربی تونسته بازیکنه بلند قامت رو واقعا برای والیبال کویت جمع کنه. همین حدش واقعا خیلی کار سخت و دشواری بوده. 20-19 حمزه زهرینی خیلی مسلط و راحت
امتیاز برای تیم ما به 21 میرسه. از بغل دست دو مدافع مقابل خودش زمین کویت رو نشانه میره و امتیاز رو برای ما به 21 میرسونه. مسعود غلام با ساعت سالحسون بلند برای اریکپور، یه لحظه او دفاع شد، حالا پای بست بوی فارسی، باز هم دفاع میشن. حالا متقاضی عوض میشه، حمزه زهرینی تو کیل در زمین کویت، اعلام خطای تور میشه از مدافع کویت یار شماره دو سلطان محمد. 22:19 باز هم وقت ساعت برای تیم کویت. این ضربه حمزه زرینی و خوشحالی او. سمتم تیم ملی کشور ما رو شاهد بودید که ستنور رو موفق شدن ببرن. تا اینجا هم 22:19 در ست دوم جلو هستن. دریافت ناقص در زمین کوبه، سه مدافع ما قشنگ الحق و الانصاف خوب زدن. عمر سه مدافع، من خودم هم گفتم اینا دفاع میکنن که نگاه کنید سر مدافع ما برخورد میکنه و به بیرون میره. 22:20 سالفسون برای حمزه نارنی، تک دفاع خوب 16 عبدالعزیز محمود. حالا یه ما شرایط سخت شد، تازه وقت ساعت حالا برای تیم ما میشه. پیمان اکبری، این تک دفاعی خوبه عبدالعزیز محمود. پیمان اکبری رو میبینید، کنارش رضا ابراهیمی بازیکن اسبق تیم ملی، سعید رضایی بازیکن اسبق تیم ملی. اینم علاقمندانی که ترجیح دادن به هر حال در سالن بازی تیم ملی کشورمون رو شاهد باشن. رفته رفته بازی خب به مراحل بعد برسه، خب سخت‌تر و جذاب‌تر هم خواهد شد. 22-21 تیم ملی کشور. سالفسون بلافاصله نقشه تغییر میکنه، پای پیک برای پوریا فیاضی ساخت و پرداخته میشه، برای ما کارساز میشه و ۲۳-۲۱ تمیز برای کویت. 8 کویت عبدالرزاق به زمین میاد. 23-21 یک ضربه نصف و نیمه، حالا در برگشت میتونم بچه خود در استفاده کنن، کمین اتفاق هم میفته. 24-21 حرکت پیروتپور، 24 امتیاز به دست میاد. تنها یک امتیاز دیگه بچه ها نیاز دارن برای بردشون در این ست. سالفسون بهش به اوت میره، 24-22 میشیم. حالا نه برای کویت العمر، خودش توپ رو تور میذاره، امتیاز 25 رو دو دستی به تیم ما میده که حالا ما در ست شماره دو ست از کویتیا جلو هستیم. در خدمت دوستان در پخش شبکه ورزش هستیم و برمیگردیم ان شاء الله با ست بعدی در خدمتتون خواهیم بود.
موتورها هرگز بی سرنشین تصادف نمی کنند. پس کلاه ایمنی استفاده کنید. بستنی کوکوبال محصول جدیدی از بستنی روز. ما شاید بتونم بگم حالا در ست دوم یه مقدار کمیتی ها بهتر بازی کردند و کار سخت‌تر شد، اما بچه ها به راحتی تونستن این تیم رو شکست بدن در این ست هم و بازی زیاد سختی هم حالا در مقابل کویت نداشتن. به اون شکلی بگیم حالا خیلی فشار روی بازیکن ها خواهد بود و همین منوال هم پیش برن و جلو برن، ست بعد رو هم میتونن از کویتیا ببرن که حالا در اولین بازی سه امتیاز این بازی به دست بیاد تا فردا که باید بازی دوم خودشون رو بچه ها در مقابل تیم قزاقستان انجام بدن. من خدمتتون هم عرض کردم خب در آسیا والیبال آسیا برشک نسبت به سالهای دور خودش خیلی متفاوت شده و تیم ملی کشور ما بعد از رقابت‌های درخشانی که در قهرمانی مردان آسیا سال 2011 انجام داده بعد لیگ جهانی و مسابقات جهانی همطور به ترتیب یکی از قدرت ها شد در والیبال آسیا و بعد از شکست تیم های مثل ژاپن و کره و چین و همینطور در رقابت های مسابقات بازی آسیایی و تونستیم قهرمانی اون مسابقات را به دست بیاریم، کاملا سطح والیبال ما بالاتر از آسیا خودش رو نشون داد و به مراتب در نقاط سختری مثل لیگ جهانی و قهرمانی جهان تونست عرض اندام کنه و نه دیگه به عنوان حالا یک پدیده بلکه به عنوان یک قدرت در والیبال دنیا شناخته شد تا امیدواریم امسال بتونه تیم ملی کشور ما سهمیه المپیک ریو رو به دست بیاره. داور دوم آرش هر دو تیم رو میبینه که بازیکن‌ها در منطقه خودشون به درستی ایستاده باشن، منطقه زمین رو عرض میکنن و با سوت داور اول وادی باید زننده سرویس باشه. توپچی در زمین ما پاس برای ایروتفور که حالا کامل در ترکیب ما به جای رضا صفایی قرار گرفته. حرکت آیستر از دفعه پروتفور و امتیاز برای تیم ما. باز هم وادی نیست سمسی هدف دار او که مدار کار برای کویتیا سخت کرد. خیلی چقدر ساده خطای تور از مدافع ما که اصلا نیازی هم نبود دفاع انجام بشه، خطای فیاضی اعلام. پیمان اکبری هم داره بهشون میگه که اصلا نیازی نبود که بخواید برای دفاع بیرد که اون شکل انقدر عقب رفت. یک چک برای دو تیم. پیروتفور این داره از منطقه چهار بلافاصله خب دوباره اعلام خطای غلامی رو میکنه، میگن از توپ وارد زمین ایران نشده که او به توپ ضربه بزنه.
2-1. یه پاس کوتاه برای غلامی. دو چند زاویه ضربه غلامی بین سلسک جلوی زمین از فیاضی با دست دفاعی کنار ما میخوره از ضربه عبدالعزیز محمود. دست پیروت برو بیرینه که فاصله او با خط طولی کم است، توپ به اوت میره. 3-2 4 میره، توپ به اوت میره. این صورت خود غلامی سمت اول رو به توپ میزنه، همچنان کوبیت که در دریافت اول با مشکل رو برو شدن دون مدافع ما حرکت میکنن ولی میزنه و از بین مدافع توپ عبور میکنه. 6-5 برای حمزه زهری. یه لحظه پاش سر خورد. اینجا اومد آبشار بزنه، پاش سر میخوره و تعدادش از دست میده. برای فیروتفور موفق در کسب امتیاز هست. بازیکن پشت خط زنی که از دفاع مقابلش یک امتیاز رو میگیره. صحنه آیستر رو با هم میبینیم. 7-6 خوب است حمزه زمین. ببینیم رای داور رو. خب توپ به اوت میره از ضربه 9 العمر. 8-6 وقت استات فنی اول. ببینیم صحنه رو. پشت توپ ضربه میزنه، توپش هم با فاصله به بیرون میره.
هنوز وقت استاد فنی به پایان نرسیده. یه تقریز برای کویت، پنج کویت بعد سلیم به جای کاپیتان عبدالله منصور به زمین میاد. هشت شش خوب، کار سخت کرد برای کوه شریفات. پوریا فیاضی توپی که به دست مدافع میخوره و امتیاز رو تیم ما به دست میاره. 9-6 سرویس های خوبی که زده میشه و خط حمله تیم کویت رو کاملا دچار مشکل میکنه. یه بار دیگه به راحتی توپ برمی‌گرده و یه موقعیت عالی برای شریفات. حالا اون سمت کویتی‌ها همون نقشه رو استفاده کردن و تکلیف‌های دیدنی شریفات اجازه عبور توپ رو نمیده. یخشش وقت استراحت برای کویت. دیدیم دفاع خوب مصطفی شریفات رو. هم مالوویچ ده شش تا به اینجا. کوچولوی علاقمندی که در سالن 12000 نفری حضور دارن. چهره حمزه زرینی این بار گوش به تور میخوره بعد از چند سرویس خوبی که زد و تونست تیما امتیاز بگیره. یه هفت نستیک بود توب نخورد بشه. پریترو هرچی تلاش کرد که بره کنار که توب بشه نخورد و توب به اود بره ولی نشد. نها کنید توب به پاش برخورد میکنه و خفیگت هارم پرچم میکنه. یه هشت علومر برای بار دوم دیگه نمیتونه سرویسشو تکرار کنه. 11-8 برتری با تیم ماست. مصطفی شریفات بلند و دفاع خوبه مسعود غلام در مقابل بعد سلیم همین بازی کنه. حرکت غلامی رو میبینیم چقدر خوب دستان رو در مسیر توپ قرار میده. شریفات متوازی رو عوض میکنه. پاسور کویت دوازده نو. ببینیم مدافعین ما که دفاع وسط کمی دیر میرسه به دفاع کنار. بریتور از پشت خط یک حرکت تماشایی از او مسیر مستقیم رو برای عبور توپش انتخاب میکنه و از این زاویه قشنگ تر دیده میشه کار پیروتفور. 13-9
بطلی دفاع میشه. حالا اون سمت باز هم دفاع خوب بچه های ما، بیروتپور و غلامی و پوریا فیاضی، سه مدافع روی تور تیم ما هستن. حرکت این سه مدافع رو ببینید و خیلی سخت شد برای مهاجم کویتی. 14-9 بطلی به صورت جا خالی، پروتور موقعیت داره، حمایت در زمین ما، اون سپوی فیاضی دفاع کویت. حالا ببینیم ضربه رو خواهد زد، میزنه و امتیاز رو میگیره. 15-9 دقیقه پایانی پوریا فیاضی که امتیازش برای ما خواهد بود. پازده نو یه صفحه خوب، بهتر از اون دریافت یار آزاد ما حسینی بود، خیلی قشنگ گره یار شش رو عرض میکنم. علی حسینی به زیبایی در مسیر توپ قرار گرفت. این صحنه پایانی از امتیاز هست. 16-9 وقت استاد فنی دوم. پیمان اکبری رو میگیره، با پاسور وادی صحبت میکنه. ست اول 25-13 و ست دوم 25-22. کویتی که همچنان در امتیاز 9 باقی مونده و روند امتیازگیری به سود تیم ما بود. دریافت بد در زمین کویت، حمایت عالی، موقعیت برای تیم ما فراهم میشه. دریافت بدی رو که این سمت حالا بیروت بود انجام داد. حالا پاس برای خود او و ضربه تمام کننده بیروت بود. برای کویتی اگر صحنه قبل رو از اون هوشیار بود میتونست امتیاز رو بگیره. 17-9 وقت ساعت برای کویت. کویتی که مربیش در تلاش هست به هر ترتیب وقت استراحت، تعویض‌های متوالی تا بتونه شرایط رو تغییر بده. ما به این سادگی ها واقعا نیست. این فرصدم گروه اول ایران، قزاقستان، کویت، چین، تایبه. در گروه دوم استرالیا، هند، ترکمنستان و قطر. در گروه سوم کره جنوبی و تایلند، پاکستان، عمان. و در گروه چهارم چین و ژاپن و سریلانکا و بحرین قرار دارن و بازی مقدماتی رو انجام. اضافه بی حساب و کتاب است عبدالعزیز محمود که با فاصله بیرون میره، بلا فاصله هم کویتی ها تعویض رو انجام ده. همین بازیکن رو که داره ضربه رو میزنه از زمین بیرون میاد. هجده نو وادی توپش به اوت میره و کویت به امتیاز 10 برسه. حمزه زهرین نقش‌های مختلفی که
وادی داره ازش استفاده میکنه، تماما به این جهته که خب توپ اول به او خوب میرسه و از همه در واقع مهاجم ها استفاده میشه. تمیز برای کویت، 8 عبدالرزاق الاغانی به زمین میاد تا ببینیم او به چه شکلی پاس خواهد داد. 19-10 پویا فیاضی سرویسش رو از دست میده. 19-11 تو مطمئن بیروتپور میبینید چقدر خوب توپا به وادی میرسه. 20-11 نرسیدن دفاعی وسط و موقعیتی که برای مهاجم قدرتی ما فراهم میشه. غلامی سرویس خوبه او، دفاعی عالی بچه های ما که اجازه هیچ کاری رو واقعا در خط حمله به کویت ندادن. علی شفیع بود که این دفاع رو انجام میده. 21-11 حمزه زرینی موقعیت عالی برای او فراهم شد، راحتی هم از دست نمیده. 22-11 بهتر از این نمیشد. 22 راحت دارن امتیاز از دست میدن کنید. همچنان این تیم در دریافت اول با مشکل روبرو است. بیست و سه یازده بیست و چهار یازده خوب نرسه هر تیمی باشه واقعا بازی رو میباز. 24-11 در آستان پیروزی تیم ما قرار میگیره در این سه تا بازی که بازی اول رو ببر و سه امتیاز این بازی رو به دست بیاره تا فردا که بازی با قزاقستان رو باید انجام بده. بالاخره سرویس از دست میده غلامی. آمران سلیم 24-12 یا ضربه از عبدالرحمن مطابا در شمال ده تیم کویت دریافتی که در اختیار این بازیکن قرار میده. 24-13 یه پاس بروده و ضربه که روی پای بازیکن کویتی میخوره. بچه ها یه لحظه بکنن که توپ خوابیده. حالا موقعیت برای کویت که توپ اصلا رد نمیشه و امتیاز 25 برای تیم بالا دست میاد تا در سه ست متوالی تیم کویت رو از پیش رو بردار و سه امتیاز این بازی رو به دست بیاره. امیدوارم که این بازی هم توجهتون قرار گرفته باشه. از دوستانمونم ممنون هستیم و همینطور از دوستان در پخش شبکه ورزش فکر کنم بله این سمت سالن دوستانم با شما خواهند بود. من از حضورتون مرخص میشم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا فرصت بعد که در خدمتتون باشم. خدایا رو نگهدارتون.